امروز در مورد توالیابی ژنوم صحبت می این روش چطور در ردیابی بیماری ها کمکمون می و در این مرحله از همهگیری چه روندی در کشورها شاهد هستیم؟ آیا هنوز لازمه به توالیابی ژنوم ادامه بدیم یا نه؟ سلام به علم در پنج دقیقه خوش اومدید من ویسمیتا گوپتا اسمیت هستم امروز خدمت دکتر سومیا سوامیناتان هستیم خوش اومدی برای شروع برای ما بده که توالیابی ژنوم چیه و چطور برای ردیابی بیماری یا استفاده میشه ممنون ویسمیتا توالیابی ژنوم ابزاریه که دانشمندان برای ترسیم و رمزگشایی کد ژنتیکی یک میکروب استفاده میکنند چه از نوع دی ای باشه چه آر این ای بنابراین دستگاه های توالیابی که منظورمونه اساسا توالی کل نوکلئوتید ها رو ترسیم کرده و کد ژنتیکی کامل اون موجود و در اختیارمون قرار میده این دستگاهی ابزار نسبتاً جدیده و در حوزه بهداشت عمومی برای مواردی مثل ردیابی تقیان بیماری های منتقل از غذا به کار گرفته میشه چون وقتی با خوشه از این نوع بیماری ها مواجه باشیم میخوایم بدونیم که عامل آلودگی چیه و از کجا اومده تا بتونیم اقدام اصلاحی انجام بدیم به همین ترتیب زمانی که با تقیان بیماری ناشناخته مثل انسفلایت یا مننژیت در کودکان طرف باشیم توالیابی ژنوم به سرعت بهتون میگه که باعثش چه میکروبیه و بعد میتونیم به منشأ احتمالیش ارتباط بدیم یا با ردگیری اون بفهمیم از کجا اومده برای مثال ابولا نمونه خوبی از یه بیماری مشترک بین انسان و حیوانه و با توالیابی ژنومی میتونیم بفهمیم این مورد به خصوص ابولا از کجا پدیدار شده تا کجا میشه رد اونو گرفت آیا مستقیما از حیوان اومده یا از قبل در جوامع انسانی چرخش داشته در واقع الان این روش برای آبل میمونی هم استفاده میکنیم تا در مورد انتقال محلی اون بیشتر بدونیم پس توالیابی ژنوم ابزاری خارق است که اکنون در اختیار کارشناسان بهداشت عمومی قرار گرفته تا زمان تقیان بیماری های عفونی به سرعت اقدام کنند و سرمنشأ اون را پیدا کنند. سومیا در این مرحله از پاندمی تا جایی که به توالیابی ژنومی مربوط میشه روندی که در کشورها شاید هستیم چی هست؟ خب همونطور که میدونید در پاندمی کووید 19 ما از همون ابتدا از توالیابی ژنوم برای ردگیری ویروس استفاده کردیم و خیلی هم مفید بود چون میدونید که ویروس از همون ابتدا تغییر و جهش پیدا می کرد و ما میتونستیم بفهمیم کدوم یکی از اون تغییرات ماهی نگرانی مونن و بعد اونو یه سوی نگران کننده می نامیدیم ما موقعی نگران میشیم که این تغییرات باعث مصری شدن ویروس بشن یعنی انتقال فرد به فرد درد راحتتر یا افزایش شدت بیماری بشه یا باعث شه سوی بتونه به پاسخ سیستم ایمنی که در فرد وجود داره غلبه کنه و با گذشت زمان با ظهور سویه هایی مثل آلفا، بتا، گاما، دلتا و حالا اومیکرون شاهد تغییر خصوصیات ویروس بودیم و ما تونستیم ربط این خصوصیات بالینی رو با توالی ژنتیکی ویروس پیدا کنیم و از اونجا که دانشمندان این توالیا رو توی سامانه عمومی به اشتراک میذارن تمام دنیا میتونن ببینن این سویه ها کجا هستن چه سویه هایی در حال ظهور هستن و کارشناسان بهداشت عمومی میتونن بر این اساس اقدامات لازم رو انجام بدن بنابراین تداوم این کار خیلی مهمه ما طی هفته های گذشته شاهد افت انجام آزمایش رصد و توالیابی بودیم و بنابراین اشرافمون نسبت به رفتار ویروس در حال کم و کمتر شدنه سومیا چرا مهمه که کشورها تو برهی کنونی به انجام توالیابی ادامه بدن؟ خب ما در طول همه دیدیم که اطلاعات حاصل از توالیابی چقدر مهم و حیاتی بوده از جمله تو شناسایی زود هنگام سویه ها توانایی کشف ارتباط بین هر سویه با ویژگی های منحصر به فردش و همچنین در توانایی ردگیری انتشار اونها در جهان این کار به کشورها کمک کرد تا بر اساس داده های به دست اومده اقدامات بهداشت عمومی و افزایش یا کاهش بدن یا در صورت پیش بینی خیز بیماری بیمارستان و مراکزشون رو آماده کنن بنابراین به مرور زمان در این کار ماهر شدیم اما متاسفانه چیزی که حالا اتفاق افتاده اینه که بیشتر کشورها فعالیت های آزمایش و توالیابی و کاهش دادن و چنانچه آزمایش و رسد و ادامه ندیم مثل این میمونه که با حدس و گمان پیش بریم چرا که میدونیم این ویروس فعلا با ما هست و دچار تغییر و تحول خواهد شد و واقعا لازمه که بتونیم روند اتفاقات رو دنبال کنیم و بدونیم که آیا واکسن ها هنوز اثر بخش هستن یا نه خوشبختانه واکسن ها فعلا اثر بخشی خوبی دارن اما باید بتونیم این موضوع رو رصد بکنیم همان در آغاز همه گیری فقط یک سوم کشور را قادر به انجام توالیابی ژنوم بودند و بیشتر اونا هم تعداد بسیار اندکی آزمایش انجام میدادند اما تو این مدت شاهد گسترش بزرگی بودیم امروز دو سوم کشور را از این ظرفیت برخوردارن اما هنوز نقاط کوری در جهان وجود داره واسه همین باید برای گسترش این ظرفیت ها تلاش کنیم هم از نظر زیر ساخت و هم آموزش کارکنان یعنی آموزش حرفه در حوزه تحلیل داده و بیوانفرماتیک چون همونطور که اشاره کردم این کار فقط برای کووید 19 نیست بلکه برای تمام بیماری های افونیه و توالیابی ژنوم میتونه اطلاعات زیادی در مورد ردیابی و مقابله با این بیماری ها و همچنین بهبود پاسخ های بهداشت عمومی به ما بده خیلی ممنون سومیا این بود علم در پنج دقیقه امروز تا نوبتی دیگر سالم ایمن و به علم پایبند باشید